سلام و وقتتان بخیر. بیننده کانال دیدار نو هستید. برای دریافت گزارش ها و معلومات فرهنگی و تاریخی از گوشه و کنار افغانستان چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید. تعداد مبتلایان به ویروس و کرونا در بلخ به 2 تن می رسد. یکی از آنها چند قبل در دهدادی ولایت بلخ جان باخت. نگرانی شهروندان از آنجا بیشتر می شود که این ویروس به سرعت در حال گسترش است. یک مشکل جهانی است و همه قسمی که شما ببین شنیدین از اخبار بسیار یک مشکل حاد است و بسیار ساری است. امیدوار هستم که تمام شهروندان توجه جدی داشته باشد. قسمی که شما میبینین تمام تاثیرات زیادی روی فعالیت های مردمی گذاشته و مردم نمیتونه زیاد برای فعالیت های خود رسیدگی بکنن. اما قسمی که بخش های صحی توصیه میکنه ما باید مطابق به خواسته های بخش های صحی توجه بکنیم. بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان صحی جهان، تعداد مبتلایان در سراسر جهان در حدود 500,000 تن می رسد. اما در افغانستان، از آنجا که امکانات وقایه محدود و خدمات درمانی ضعیف است، مردم بیشتر نگران گسترش این بیماری هستند. زحمتانان خود خواهش می کنم که افضل سهر جدن باید مراعات کنم. دولت برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، مکاتب، دانشگاه ها، کتاب خانه ها و حمام های عمومی را تعطیل کرده است. اینجا یکی از پیاده روهای مزدحم شهر مزار شریف است، اما اکنون افراد کمتر حضور دارند. قرنطین چه تأثیری بر کسب و کار گذاشته است؟ بر اساس حکم شاروالی مزار شریف، هتل ها، رستوران ها، حمام های عمومی و در کل محلات تجمعات منع شده است. این کرونایی که آمده در کاروبار، در کل حساب کتاب ما بسیار تاثیر کرده، زیر صفر قرار داره. بازم در مردم خود، در ملت خود میگم ویروس تیر میشه، خیر از بیکاری، از گشنگی از تیر میشه. مگم احتیاط کنن خود، جایای جمع جوش نرن، پوزبند بپیچانن، دستای خود بشوین، نگاه کنن خود، تیر شدنی از بخیر میره، خیر است. این گشنگی بیکاری تیر میشه، در غمی نشین، خدا نگاه میکنه. مقصد مردم لطفا خود احتیاط کنه از این مرض خطرناک. ضد عفونی الکل از کلونیاز از هم استفاده میکنیم، از دیگر ران نام خواهش میکنیم، یا صابون یا یک چیزی ضد عفونی باید داشته باشه. هر دقیقه دستای خود، قلفک های داخل بیرون، موتر خود، اشترینگ موتر خود باید توجه کنن، بزنن، برای خودشان خوب است. شهرداری با راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی و گذاشتن دستشویی در نقاط مختلف شهر در مبارزه با شیوع این ویروس کمک میکند.